با نام وید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز. برنامه همسفر همراه ما هستین. در ایران گردی داریم با جاذبه های دیدنی کشورمون آشنا میشیم. همچنان در استان تهران هستیم. بعد از معرفی شهرستان پیشوا به شهر و بخش شریف آباد میرسیم که در 35 کیلومتری تهران هستش و برای اینکه آشنا بشیم با این بخش و شهر و ببینیم چه ظرفیت های گردشگری دیدنی و جذابی داره، جناب مهندس یعقوبی ما رو همراهی میکنن، شهردار خوب شهر شریف آباد. سلام علیکم، شما رو بینندگان هم سفر داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت هموطنان و بینندگان خوب برنامه همسفر. از جناب علی همکارانتون تشکر میکنم و خیر مقدم میگم که در شهر شریف آباد حضور دارم. زنده باشین. برام میگین اصلا شریف آباد دقیقاً در کجای ایران قرار گرفته و راه مواصلاتی به چه شکلیه؟ خدمت شما هستم. شریف آباد در 35 کیلومتری شرق تهران قرار گرفته. از نظر موقعیت جغرافیایی از شرق به شهر ایوانکه و شهرستان گرمسار و از غرب به شهرستان پایدشت و تهران، از جنوب به شهرستان‌های پیشوا و ورامین، از سمت شمال به دامنه‌های طبیعی و خوش آب و هوای سرخ حصار قرار گرفته است. شهر شریف آباد از سال 1380 از روستا به شهر ارتقا پیدا کرده. بر اساس آخرین سرشماری سال 1395 جمعیتی بالغ بر 18000 نفر در پی دارد و با توجه به حضور اطباک مهمانان ما هستند و با وجود شهرک‌های صنعتی بزرگ عباس‌آباد، علی‌آباد، خوارزمی و چندین شرکت‌های صنعتی در شهر، جمعیت غیر شناور و ما داریم حدود 40000 جمعیت غیر رسمی شهر ما در واقع هست. یعنی مهاجر پذیر هستین یه جورایی دیگه؟ بله، با توجه هست کردم شهرک‌های صنعتی، با توجه به کشاورزی بودن منطقه، جمعیت مهاجری هم ما اینجا حضور داریم. شغل مردم چیه؟ شغل مردم شهر شریف آباد کشاورزی و دامپروری، کشت گندم، جو، ذرت، سیفیجات و تولید گل و گیاه. با توجه اینکه شهرستان پایدشت و بخش شریف آباد به عنوان پایتخت گل و گیاه کشور شناسایی شده، اینجا بحث گل و گیاهی هم ما داریم، حتی صادر میشه. به راه مواصلات به چه شکلی؟ فقط جاده‌ای دارین، ریلی یا هوایی؟ خدمت شما عرض کنم که ریلی ما نداریم، هوایی تنها مسیر ما در فرودگاه امام و فرودگاه مهرآباد هست. راه‌های مواصلاتی در واقع شهر شریف آباد دروازه شرق تهران هست، از جاده از خراسان و شهرستان گرمسار که مرز مشترک با ما دارن، ایوانکه و پایدشت و تهران. از طرف تهران هم از مسیر در واقع سرای افسریه، جاده خاوران، ابتداعا شهرستان پایدشت و بعد در واقع شهر شریف آباد. یعنی شما در مسیر شمال کشور هم هستین یه جورایی دیگه؟ کسانی که بخوان به شما سمت شمال برن، کسانی که شمال کشور تعدد داشته باشن، از مسیر شهر شریف آباد میتوانند به شهر ایوانکه، میدان ایوانکه، به طرف شهر ساران کیلان، آبسد که از شهرهای خوش آب و هوای کشور هم هست، و جاده فیروزکوه به طرف شمال میتونن تعدید. آره، اکثر تهرانی ها عزیز جاده چالوس یا فیروزکوه رو به هر حال مسیری هستش که خیلی پرتردد، خیلی پرترافیکه و حتی 7 تا 8 ساعت هم سابقه ترافیک داریم که اونجا هستش رو عبور میکنن تا به قسمت های شمالی کشورمون برسن، در صورتی که همین مسیری که جناب یعقوبی اشاره کردن مسیر بسیار خوبی هستش که بسیار زیبا هم هست. حتی میتونید سمت شاهرود و اون جنگل های ابر و اون شکل به سمت مازندران سفر بکنن و به سمت گیلان و گرگان و حتی اون مسیر رو از این طرف هم میتونن داشته باشن. هرچند یک کمی شاید راهشون دورتر باشه ولی ترافیک رو ندارن. عرض کردم مسیری که الان من خدمت شما عرض کردم از ایوانکه، ساران، کیلان، آبسرد، نزدیکترین مسیر و کم ترافیک ترین مسیر، ایمنترین مسیر و خوش آب و هواترین مسیر میتونن انتخاب کنن. از مسیر سمنان هم در واقع بحث جاده شمیرزاد، مسیر در واقع مهدیشهر و به جاده کیاسر ساری مسیر خوبی است که از جنگل‌های ابر عبور میکنه، اونجا هم بهترین مسیر میتونه باشه که شهروندان ما هم به شمال کشور هم میتونن به حرم حضرت
علی موسی رضا. بله، و برای اینکه به اون مسیر برسن باید از پاکدشت عبور بکنن. بله، باید از پاکدشت شهر شریف عبور. بله، و چقدر خوبه که در پاکدشت هم یه توقفی داشته باشین. پارک‌های زیبایی داره، فضاهایی داره که میتونین استفاده بکنین. ضمن اینکه در فصل خاص خودش هم اگه بیاین به شریف آباد میتونین از میوه‌های فصلی اون، بخصوص میوه‌های گلخونه‌ای مثل خیار و گوجه و بادمجان و به هر حال طالبی، به هر حال بگیرین به صورت کاملا مستقیم و از اینجا به سمت مقصدتون حرکت کنین. ما رو همراهی کنین با برنامه همسفر، بیشتر آشنا بشیم با تاریخ و تمدن شهر و بخش شریف آباد. همونطور که در بخش قبلی عرض کردم، با توجه به پتانسیل شهر، با توجه به اراضی حاصلخیز که در شهر وجود داشت و شهرک‌های صنعتی شهر و اینکه شهر در مسیر جاده ترانزیت امام رضا علیه السلام قرار داشت، به لحاظ افزایش جمعیت در سال 1378 از روستا به بخش و در سال 1380 به شهر شریف آباد ارتقا پیدا کرد. شهر شریف آباد بر اساس آخرین سرشماری سال 1995 دارای بیش از 18 هزار نفر جمعیت هست. نقل قولی از معتمدین و ریش سفیدان شهر ما داریم که در گذشته بیش از 150 سال قبل به لحاظ اینکه یک نفر به نام شریف اقدام به احداث بنا به میزان 150 واحد در شهر کرد، این شهر به نام شریف آباد با توجه به اینکه مردمان سختگوش و شریف و پاکدامن و ولایی داشته به نام شریف آباد نامگذاری شده است. از جاذبه های گردشگری شهر شریف آباد می توانم مهمترین جاذبه گردشگری رو امامزاده طالب علیه السلام که در مسیر جاده امام رضا و از دوران صفوی با قدمت بیش از 400 سال و از نوادگان حضرت سجاد علیه السلام دام برد. از دیگر جاذبه های گردشگری شهر امامزاده موسی، تپه قرمز چشمه و علی آباد که در حوزه بخش شهر شریف آباد قرار داره می توانم نام ببرم. از جاذبه های گردشگری دیگر شهر پارک جنگلی 100 هکتاری هست که در جاده کنار شهرک شنزار قرار گرفته است. از جاذبه های گردشگری دیگر شهر مقبره شهدای گمنام که در جاده اصلی و در کنار پارک شورا و فرهنگسرای حضرت امام خمینی علیه السلام که هر ساله پذیرای زائرین حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که در مسیر جاده عبور می‌کنند و مدتی اندکی را در کنار مقبره شهدای گمنام هم به زیارت شهدای گمنام هم در واقع به تفرج و استراحتگاهشون ادامه می‌دهند. فضای سبز شهر شریف آباد از استاندارد نرمال جهانی بیشتر و حتی دو برابر هست. تنها شهر استان تهران که سرانه فضای سبز بیش از 90 متر مربع برای هر نفر هست، شهر شریف آباد هست. با توجه به نرخ رشد جمعیتی که من عرض کردم، دارای تفرجگاه‌های خوب پارک شورا، پارک خانواده و بستان‌های مختلفی هست که به منظور تردد و مسافرت زوار و زائرین و عرض کنم خدمت شما روزانه بیش از 120 هزار خودرو از مسیر شهر ما جاده امام رضا عبور میکنند. اینها فضاها و زمینه‌های گردشگری هست که زائرین و مسافرین میتوانند در واقع از این فضاهایی که تعبیه آماده شده استفاده کنند.
فضایی که ما الان در اون قرار گرفتیم پارک خانواده هستش و البته با توجه به شیوع بیماری کرونا و وضعیتی که در اون قرار گرفتیم خانواده های زیادی رو قاعدتا اینجا نمیبینیم، به خاطر اینکه به هر حال خانواده های پاک دشتی و همینطور شریف آبادی هم مثل همه خانواده های ایرانی رعایت اصول ایمنی رو دارن و خود مراقبتی میکنن و سلامت خودشون مراقبت میکنن. برای همین هم مردم شریف آباد سعی کردن که کمتر به این فضای عموم بیان تا سلامتیشون انشالله تضمین بشه. ولی به هر حال پارکی هستش که برای خانواده ها تهیه شده و نام پارک خانواده رو هم برازنده خودش کرده. آقای شهردار، چند دست از این پارک ها رو دارین و الان این پارکی که هستیم مساحتش چقدر هستش و چی شده که خانواده نامگذاری شده؟ خدمت شما عرض کنم که اینجایی که حضور داریم به نام پارک خانواده با مساحت نزدیک به 3 هکتار هست. به لحاظ این که در شهر پارکی تحت عنوان پارک خانواده نبود و که خانواده ها راحت بتونن تفریح کنن، تفرجگاهشون باشه، شهرداری اقدام به احداث پارک خانواده در این مکان کرده که بیش از نزدیک به 3 هکتار مساحت این پارک هست، با زمین چمن مصنوعی، با شهر بازی، وسایل بازی کودکان، با نصب آب نما و بیشتر افرادی که از شهرهای حتی پایدشت، حتی ایوانکی به لحاظ اینجا منصور هست، به منظور اینکه امنیت خوب کاملی برای به اصطلاح شهروندان ما داره، به اینجا مراجعه میکنن و از فضا اینجا استفاده میکنن. درسته. و به هر حال خانواده ها میتونن بیان اینجا حتی بمونن دیگه، درسته؟ یعنی اینکه به شکل پارکی نیستش که ساعتی ازش استفاده بشه، میتونن مثلا روزهای تعطیل رو اینجا بگذرونن، درسته؟ بله، خانواده میتونن هر زمانی که اینجا تشریف آوردن میتونن بمونن و در زمانی که اینجا سلامت کامل بود قبل از بیماری منحوس کرونا، این پارک پرتر از دوترین پارکی بود که در سطح شهر شریف آباد وجود داشته و هیچ محدودیتی وجود نداره برای خانواده. شهر شریف آباد گفتیم شهر گذری هستش از نظر مسافر، یعنی مسافر ازش عبور میکنن تا به مقاصد خودشون برسن. فضایی رو دارین که شب مانی به صورت چادر خواب باشن؟ مثلا مسافر به هر حال شب میرسه به این مسیر، میخواد یه جایی رو استراحت کنه، چادری رو بزنه استراحت کنه و بعد از اون به ادامه سفرش ادامه بده. فضایی دارین، پارکی دارین تو این فضا؟ عرض کردم با توجه اینکه ما در مسیر جاده امام رضا قرار داریم، در ورودی شهر در میدان القدیر که نماد میدان القدیر هست به مناسبت قدیر خم، اونجا در واقع شهرداری کمپی ایجاد کرده، اما از نمازخانه، سرویس بهداشتی و فضای اونجا ایجاد کرده که هم مسافرین هم رانندگان میتونن اونجا استراحت کنن، زمانی رو سپری کنن. بعد جلوتر از در واقع میدان القدیر در جاده اصلی پارکی تحت عنوان پارک شهرا که مقبره شهدای گمنام ما اونجا هست، با همه امکانات هم میتونن با آلاچیق، نصب آلاچیق هایی که هست، هم با چادر هم میتونن از مکان فرهنگسرای ما در مواقع ضروری حتی استفاده کنن. المان های 80 دفاع مقدس هم حتی اونجا میبینید؟ بله، المان های 80 دفاع مقدس هم اونجا در واقع نفرور و تانک و قایق اینا وجود داره و محل تفرجگاه خوبی برای مسافرین هست که از این مسیر عبور میکنن. درسته. من این توضیح هم بدم که به هر حال شهر شریف آباد جز شهرهایی هستش که پیشگام بودن در زمان انقلاب، در سال 42 قیام 15 خرداد هم تو که شهرستان پیشوا خودشون رو یه جورایی پیشگام میدونن، این قسمت از ایران هم به هر حال مردم مذهبی داره و در 28 سال دفاع مقدس و در دورانی که به هر حال کشور ما احتیاج به دفاع داشته، مردمان این دیار هم جانانه و غیور مردانه دفاع کردن از این مرز و بوم. اما اینکه بومگردی یا هتل یا فضایی که به هر حال مسافر اگه قرار باشه بیاد اینجا بمونه رو شما ندارین در شهر و شهرستان؟ ما در شهرمون بحث بومگردی و هتل نداریم و در بخشمون در حال حاضر دارن دارایزنی میکنن. بحث بومگردی در دستور کار بخش ما هست، روستاهای هدف گردشگری پیش بینی شده. در مسیر جاده امام رضا ما بخشای خصوصی مکانهایی دارن که بتونن مسافرینی که اگر موندن بخوان استراحت کنن عبور کنن. در واقع ما از همین برنامه جناب‌عالی و همکارانتون دعوت میکنیم با توجه به اینکه در شهر شریف آباد همونطور که عرض کردم شهرک‌های صنعتی عدیدی هست و مسیر جاده ترانزیت امام رضا هست، زمینه جذب سرمایه‌گذار در شهرداری و شهر وجود داره و استانداری محترم تهران در رأسشون استاندار محترم تهران به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر همیشه تاکید دارن این آمادگی وجود داره که ما فضایی را ایجاد کنیم در واقع بتونیم به اصطلاح
فرش قرمز پهن کنیم برای سرمایه‌گذاران و رایزنی هایی با سرمایه‌گذاران شرک های صنعتی داشتیم که انقریب جلساتی با اینها داریم. بنا داریم در شهر در واقع بحث استخر سرپوشیده و با توجه اینکه منابع ملی زمینایی که در اختیار شهرداری قرار داده، ما بحث پارک آبی و دهکده المپیک در دستور و برنامه کار شهرداری هست. انشالله از همینجا دعوت میکنیم سرمایه‌گذاران بعد از انشالله این بیماری منحوس کرونا از شهر ما، هرچند هر روزه از شهر ما عبور میکنن و بعد از بیماری و سلامت کامل انشالله توقف بیشتری داشته باشن، فضاهای شهر ما رو دیدن کنن، پتانسیل و ظرفیتی که شهر شریف آباد در صنعت داره میتونن استفاده کنن و سرمایه‌گذاری کنن و ما آماده هر گونه همکاری در این زمینه هستیم. این مجوزات قانونی رو صادر میکنین و پروانه رو به هر حال به صورت رایگان انشالله دیگه؟ بله، ما میتونیم با مشارکت شهرداری به صورت قرارداد بیوتی با سرمایه‌گذار، همونطور که عرض کردم این پتانسیل هم وجود داره و هم استقبال در شهرداری و در رأسشون استاندار محترم به منظور جذب سرمایه‌گذار وجود داره. ما در کشورمون شهرهای تاریخی زیاد داریم که قدمت تاریخی اونها حتی به 10,000 سال میگذره و یعنی 10,000 سال سکونت انسان، یکجانشینی انسان، تاریخ و تمدن و فرهنگ غنی که در کشورمون هستش. اما شهرهایی هم داریم که خب از روستا به بخش و از بخش به شهر تبدیل شدن و یعنی ظرفیت‌هایی که روز به روز بهش افزوده شده و این جایگاه رو داشتن که به شهر و شهرستان حتی تبدیل بشن و بزرگ و بزرگتر و جامعه‌ای کامل‌تر باشن. شهری که ما الان در اون قرار گرفتیم، شهر شریف آباد، خب بحث تاریخی اون به دوران خیلی 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 دور بر نمیگرده، حداکثر 150 سال، درسته؟ بله. یعنی یکی از شهرهایی هستش که نوپا هستش و به هر حال بخشهایی هستش که نوپا هستش. برامون توضیح بدین که سوغات شهر شما چیه؟ هر شهری رو به هر حال به سوغاتش میشناسن. خدمت شما عرض کنم که سوغات شهر شریف آباد سفالهایی است که در روستاهای شهر تولید میشه. سیفیجات هست، سبزیجات هست. عمده سوغات اصلیش گل و گیاه هست. بهترین گل و گیاه در واقع کشور در شهر شریف آباد هست و من تقاضام این از مسافرینی که از مسیر جاده امام رضا عبور میکنن به راحتی از این مسیر نگذرن، با اندک توقف کوتاه میتونن از شهر ما هم بازدید داشته باشن، از هم سوغاتی که من عرض کردم تهیه کنن و قطعا اندک توقف بد نمیگذره به مسافرین. بله، قطعا باید تأمل بکنن. به هر حال این اتفاقه در همین توقف ها هستش که به پیرامون خودشون دقت میکنن و فضاها رو میتونن ببینن. روستاهای زیبایی هم اینجا داره که پر پتانسیل و ظرفیت هست و در طول هفته انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. اینجا قومها چه قومیت هایی هستن؟ همه فارس هستن یا اینکه از قومیت های مختلفی توی شهرتون زندگی میکنن؟ اینجا اکثر قومی اصالت دارن و یک قسمتی از قومیت در واقع لور هلاوند ها اینجا در واقع سکونت دارن و بحث اینجا بحث بومی بودن همچنان پا بر جا برقرار هست. یعنی شما قومیت ها لور ها رو فقط دارین و ترک و کرد؟ با ما بقی قومیت ها ما خیلی کم داریم. درست، از ما ترک ها، کرد ها، لک ها خیلی کم داریم. خیلی کم، ولی لور ها یه ذره بیشتر هستن.
و اینکه زبان و لهجه خاص شما همون تهرانی محسوب بله، میشه. بله ما تهرانی، لهجه ما فارس. لهجه فارس بله. یا به همون زبان تهرانی. اصطلاح خاصی ندارن که من خدمت شما عرض کنم. درسته. ما این فرهنگ گویش و زبان رو هم میتونیم در اکثر جاها ببینیم دیگه، زبان‌های مختلفی که مردم باش تکلم میکنن، لهجه‌های مختلفی دارن و از اون فضا به هر حال بهره میبرن. تو بحث گردشگری برنامه‌ای هستش که جذب به هر حال سرمایه‌گذار مثلا بحث تورگردی صنعتی راه بندازین، چون شرکای صنعتی زیادی دارین، یا یعنی اینکه فضاهایی که اینجا باشه برنامه‌ای هست؟ خدمت شما عرض کنم با توجه به ظرفیت‌هایی که در شرکای صنعتی اینجا وجود داره، عرض کردم بیش از 800 کارخانه شرک صنعت در شرک صنعتی فعال و بیش از 5000 کارگر بیمه شده تامین اجتماعی به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم، این زمینه خوبی برای ایجاد اشتغال زایی شهرستان و شهر و حتی شهرستان‌های همجوار ایجاد کرده. این پتانسیل در شهر وجود داره. ما با دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران شرکای صنعتی بنا داریم، برنامه داریم در آینده توسعه پارک 100 هکتاری به عنوان محل تفرجگاه خوبی برای زائرین و شهروندان اینجا تضمین کنیم. بنا داریم، برنامه داریم با توجه به پتانسیل، با توجه به اینکه شهر گل و گیاه هست، غرفه ها و نمایشگاه گل و گیاه در مسیر تردد در واقع زائرین و شهروندان و مسافرین اینجا قرار بدیم و انشالله بتونیم خدمات شایسته خوبی برای شهروندان شهر شریف آباد داشته باشیم. در مورد شهر و بخش شریف آباد براتون صحبت می‌کنم، تا که گفتم یه هفته‌ای هم قرار به جاذبه‌هاش بپردازیم. آقای شهردار صحبت پایانی دارین به بینندگان ما بفرمایید. من ضمن تشکر از جناب عالی همکارانتون از برنامه خوب همسفر، از همین برنامه دعوت می‌کنم از بینندگان عزیز که از شهر ما دیدن کنن، بازدید کنن پس از رفع کامل این بیماری منحوس، و انشالله بتونیم با دعوت از بینندگان، سرمایه‌گذاران بتونیم زمینه در واقع ایجاد اشتغال و ایجاد سرمایه‌گذاری و بحث رفاهی و فرهنگی در شهر به اتمام برسیم. خیلی ممنون، تشکر از دعوت شما. از شما بینندگان از برنامه همسفر هم دعوت می‌کنیم در روزهای آینده همراه همسفر ما باشین. سعی می‌کنیم از جاذبه‌های دیدنی شهر و بخش شریف آباد بیشتر براتون بگیم، ببینیم چه ظرفیت‌هایی دارن، چه پتانسیل‌هایی دارن و چه جایگاهی در کشورمون برای گردشگری هستش. برنامه همسفر هدفش این هستش که به هر حال جاذبه‌های دیدنی کشور رو معرفی بکنه و شما بینندگان عزیز رو با ظرفیت‌های کشورمون بیشتر آشنا کنه. هرچند الان در دوران هستیم که سلامتی اولویت داره و ما باید مراقب خودمون باشیم و تأکید میکنیم که از سفرهای غیر ضروری حتما اجتناب کنید، ولی از طریق برنامه همسفر میتونید این فضاها رو تماشا کنین، اونها رو یادداشت کنین تا در دوران سلامت انشالله سفر کنین. همراهی کنین ما با برنامه همسفر در روزهای آینده. تا فردا سوژه دیگه، خدا نگهدارتون.